السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر من در مورد جشن یلدا سوال کردند که از دیدگاه اسلام برگزاری جشن یلدا چی مشکلی داره؟ عزیزان گرانقدر، ما در افغانستان فکر میکنیم که جشن یلدا یک ریشه فرهنگی داره، یعنی به حساب کلچر و فرهنگ افغانستان است، اما متاسفانه این ریشه فرهنگی نداره. عزیزان گرانقدر، در این باره سالها من تحقیق کردم، سالهای پیش، و من دریافتم که جشن یلدا ریشه مذهبی داره نه فرهنگی. پس متوجه باشد عزیزان، ما بسیار رسوم را در افغانستان، ایران، تاجکستان و بعضی مملکت های دیگه ما داریم و ما فکر میکنیم که از رسوم و عنعنات ما افغانها و یا برادران و خواهران ایرانی ما فکر میکنن که از رسوم و عنعنات اینا هست، در حالی که چنین نیست. جشن یلدا ریشه مذهبی داره و ای کاش و ای کاش که این ریشه مذهبی اسلامی می داشت. نه خیر، این ریشه مذهبی آفتاب پرستی را داره. چرا؟ لفظ یلدا یک لفظ سوریانی هست و در زبان دری یا فارسی به معنی تولد است. یلدا یعنی تولد. ابو ریحان البیرونی در کتاب خود از این جشن یلدا یاد کرده که شما می توانین به کتاب از این مراجعه بکنین و ایر به نام میلاد خورشید دانسته، یعنی روز تولد آفتاب، میلاد خورشید. اونهایی که خورشید پرست بودن، آفتاب پرست بودن، به آفتاب پرستش میکردن. وقتی که آفتاب را دیدن گفتن این توبه نعوذ بالله خدای ماست، پس به آفتاب سجده کردن، گفتن این خدای ماست. اولین باری که اینها آفتاب را به عیس خدا قبول کردن، امون آخرین روزی بود که کوتاه‌ترین روزها بود، که شبش درازترین شبهایی بود، پس ایره به نام یلدا نامگذاری کردن، یعنی روز تولد آفتاب. و این سخنان من است، شما میتونین که از سخنان ابو ریحان البیرونی را که در مورد از این جشن که ایره به نام میلاد خورشید، یلدا یعنی تولد خورشید یا آفتاب، او ایره مسما کرده، میتونین به او مراجعه بکنین. ایرانیان به یمن تولد آفتاب دی شب هر ساله جشن برپا میکنند. یک سفره را به نام سفره شب یلدا اینا تهیه میکنند و ای در زبان سوریانی به نام میزد نامگذاری شده و او دو آجیل یا به اصطلاح زردشتیان لرک میگن. برادران و خواهران ایرانی میفهمند که من چی میگم، که او از لوازم از این جشن است و با افتخار ویژگی آفتاب این را برگزاری میکنند. یعنی میگم ما با افتخار آفتاب خدایمان، توبه نعوذ بالله. پس ما و شما نباید این را جنبه فرهنگی بتیم، به خاطر که هیچ وقتی فرهنگ شده نمیتونه. این یک جنبه مذهبی داره و هم مذهب آفتاب و به افتخار روز تولد آفتاب این شب را اینا برگزار میکنن و نامشون به خاطر یلدا ماندن. همچنان بسیاری چیزهای دیگری دارن اونا از آتش پرستا هست که تمام از اینا حرام است و وقتی که اسلام آمد تمام سکنات و عنعنات و تمام عادات و خرافات را اسلام با آمدنش چی کرد؟ این را ملغا اعلان کرد، تمامش را ملغا اعلان کرد، به خاطر که این عیاد و این رسوم جزء رسوم غیر مسلمانان، آتش پرستان و آفتاب پرستان هستند و برای مسلمانان جایز نیست که تا از این عیاد کفار اینا چی کنن، تجلیل بکنن و او را گرامی بدارن. در حقیقت اگر ما ارسال شب یلدا را تجلیل میکنیم، ما به این احترام قائل میشیم، به تولد آفتاب احترام قائل میشیم،
در حالی که آفتاب و مهتاب از نشانه های قدرت های الله سبحانه و تعالی هست و ایر الله سبحانه و تعالی خلق کرده. آفتاب و مهتاب، زمین و کهکشان و نجوم و آسمان ها، اینها مخلوقات الهی هستند، اینا الله نیستند، مخلوقات الهی هستند. پس ما شما از قرآن میآموزیم که وقتی که ابراهیم علیه السلام هنوز یک نوجوان بیش نبود، وقتی که آفتاب را دید گفت که هذا ربی، این خدای من است، هذا اکبر، این بزرگ است. اما وقتی که افول کرد، وقتی که غروب کرد، وقتی که گم شد، دید که شب آمد، ابراهیم علیه السلام گفت نه، ما افول کنندگان را دوست ندارم، الله سبحانه و تعالی افول نمی کنه و همیشه هست. پس امو عقل خدادادی که داشت با مو عقل خود سنجید که نه، هر آن چیزی که افول میکنه او پروردگار شده نمیتونه، پس او مخلوق است. و ما داستانهای زیاد قرآنی و داستانهای زیاد از سنت داریم که تمامی مخلوقات را بیان کرده در شأن زی. پس یلدا به معنی چی؟ روز تولد آفتاب در زبان سوریانی هست و این روز آفتاب پرستا تجلیل میکنن. مسلمان هایی که اگر این روز تجلیل میکنن، اگر تابال نمیفهمیدن بهتر است که بفهمن و انشالله که توبه بکنن و الله سبحانه و تعالی توبه کنندگان را دوست داره. پس هر رسم و رسومی که بر اساس دین منحرف و او مخالف شریعت اسلام عزیز باشه جایز نیست برادر و خواهر مسلمان من، هرچند که هزاران سال از او گذشته باشه. یعنی این توجیه شده نمیتونه که بگین که پدرای ما، پدر کلانای ما از هزاران سال، از 4000 سال، 5000 سال ای را تجلیل میکردند و چنین میکردند و چنین، این توجیه شده نمیتونه. اینا از عید آتش پرست ها و مجوس ها هست و امروز متاسفانه در ایران و افغانستان و همچنان در بخشی از تاجیکستان ایرا برپا میکنن و این جای بس تأثیر است. و اگر به این شکل این دوام پیدا بکنه، شاید روز شود که روز کریسمس را هم در افغانستان و ایران تجلیل بکنن. امین مسلمان ها یک روزی میشه که در کنج خانهشان یک درختی را اینا دیکوریشن میکنن، تزیین میکنن و میگن که میری کریسمس. پس ای هست زیبایی اسلام که میگه کل بدعت دلاله، هر چیزی که در اسلام نیست و او را مردم خلق میکنه او انسان را به گمراهی میکشنه. در شریعت اسلام بزرگداشت یا برگزاری مراسم مجوس ها و آتش پرست ها ناجایز است. الله سبحانه و تعالی ما را هدایت نصیب بکنه و الله سبحانه و تعالی ما را توفیق بده تا این پیام صوتی را به تمام برادران و خواهران مسلمان خود برسانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.